اجازه بفرمایید دوستان، اجازه بفرمایید. امروز هنگامی که رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس و در دفاع از آقای سید حمید سجادی برای وزارت ورزش و امور جوانان صحبت می‌کرد، فضای حاکم بر مجلس نشان می‌داد دکتر سجادی به احتمال زیاد رأی نخواهد آورد. ان شاء الله جناب آقای سجادی رو با رأی بالا و با پشتوانه قوی روانه کنیم. شکر اجازه بدین بفرمایید. خیلی ممنون. متشکرم. بنده هم به دوی شما دو، من جنگ رای دادن ندارم، بالاخره دو دو، یکم یا چهار سه پنج، اختیار با شماست، بالاخره دو چهار هر چی دادی. سوال از شما میکنم، شما پشت این تریبون قرار بگیرید بگید آقا بنده هیچ ارتباطی با جریان انحرافی ندارم و براحت بجوید. آیا اگه این کارو بکنید فلفور تلفنی شما رو کنار نمیذارن؟ شما فردا میتونید در مقابل دستورات برخی آب ایستادگی کنید؟ بنابراین عزیز دل برادر، ما دلسوز شما هم هستیم. تنها مدیریت مستقل ایشون باشگاه ورزشی فرهنگی سایپا بوده. بگید چقدر موفق بودید شما؟ چه کسانی با شما همکاری کردن؟ آقای سجادی بدون تعارف، ما شما رو در حد و اندازه چنین مدیریت بزرگی نمیبینیم که بتونید سکان جوانان و ورزش کشور رو اداره بکنید. مخالفین محترم سوالات زیادی فرمودند. این سوالات حق پاسخگویی آقای دکتر سجادی نیست. دوستان میفرمایند که تجربه نداره. آقای دکتر سجادی از کودکی با ورزش بوده. آقای دکتر سجادی دکترای تخصصی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی. تا الان اصرار می کردیم که باید وزارت ورزش تأسیس بشه، باید وزیر ورزش معرفی بشه، به دنبال یک وزیر متخصص متجرب متعهد ولایتی بودیم. خب وزیری متخصص متعهد و ولایتی معرفی شده، دارای مقام های آسیایی و المپیک، مدیر، کارآمد، استاد دانشگاه. رأی‌گیری هنوز آغاز نشده بود. استرس بیش از حدی در چهره‌های ورزشی‌ها که میهمان مجلس بودند دیده می‌شد. در همین لحظات بود که ورزشی‌ها در یک اقدام هماهنگ به تشویق سجادی پرداختند و این قبل از رأی‌گیری، یعنی واکنش برخی از نمایندگان مجلس. برخی نمایندگان واکنش نشون دادن که این کار خیلی مناسب جو حاکم نیست. تذکر به نماینده میهمانان حاضر باعث شده بود چهره‌های ورزشی فقط منتظر آرا باشند. برنامه من در جوانان درسته که 11 بنده، باور بفرمایید اگر می‌خواستیم ریز بشیم بیش از 50 بند می‌شد. مطمئن باشید که نیروهای متخصصی که مشورت گرفتن و خواهم گرفت و اتفاقا سطر به سطرشو با دولت محترم، با مجلس محترم باید بنویسیم، یه چیزی، یک مولود تازه است، مولود تازه که هنوز به وجود نیامده. آخه این چه نمیشود قضاوت کرد؟ چقدر میتونیم جامعه رو نجات بدیم با ورزش؟ چقدر میتونیم روحیه نشاط، شادابی، افتخار، غرور ملی؟ اگر به من رأی بدید نوکر مردمم، رأیم ندید مخلص شما هستیم، رفیق شما هم هستیم، بازم دعوت بکنید. پس از سخنان آقای سجادی، رئیس جمهور برای بار دوم پشت تریبون رفت و در سخنان کوتاهی ضمن حمایت مجدد از وزیر پیشنهادی از نمایندگان خواست به وی رأی دهد. سپس رأی گیری برای وزیر پیشنهادی انجام شد. اوزار در جلسه 247 نفر بودند که مشارکت در رأی داشتند. تعداد آرای ممتنع 23 رای، تعداد آرای مخالف 137 رای، تعداد آرای موافق 87 رای. بنابراین مجلس به ایشون نتوانست رای اعتماد برای وزارت ورزش و جوانان بدهد.